انقلاب از مدت ها قبل شروع شده بود. ببینید مبارزات کارگران از مدت ها قبل شروع بالا گرفته بود. اعتصابات کارگری، اعتصابات دانشجویی، این مبارزات همیشه وجود داشت، ولی از اواخر 56 و از اوایل 57 این مبارزات بالا گرفته بود، به خصوص مبارزات ساکنین خارج از محدوده که بیشتر کارگران واحدهای مختلف صنعتی بودند که جا نداشتن، آمده بودن آلونکایی در اطراف شهر، در محدوده شهر خارج از محدوده درست کرده بودن و شهرداری ها به کمک نیروهای مسلح ریختن و با بولدوزر و گارد ضد شورش و این خونه این آلونکا رو خراب میکردن و تنها سرپناهی که داشتن این کارگران خواهانه زندگی خوب بودن، خواهانه مسکن مناسب بودن، خواهانه برخورداری از امکانات شهری بودن، ولی پاسخ رژیم به اینا اینطوری بود و مبارزات زیادی کردن کارگران خارج از محدوده، تظاهرات های مختلفی برپا کردن، همزمان کارگران که کارخانه های مختلف دست به مبارزه زدن، دست به اعتصاب زدن، در رأس اونها میشه از مبارزات کارگران شرکت نفت اسم برد، مبارزات کارگران دخانیات تهران، کارگران اصفهان، کارگران پالایشگاه آبادان، پالایشگاه های مختلف و کارگران نساجی، مبارزات دانشجویی و گروه های مختلف در دانشگاه ها، در بیمارستان ها، در ادارات، همه دست به مبارزه و اعتصاب زدن و خواهان تغییر این شرایط و این وضعیت بودن. من میتونم بگم اون دوران شادترین دورانی بود که من در جامعه دیدم، دوران سال 57 روزهای انقلاب، و به نظر من هر کس دیگه در اون شرایط رو تجربه کرده این نظر رو داره. فضا پر از امید بود، فضا پر از فضای پر هیجان و در انتظار تغییر بزرگ بود. همه می دونستن که یعنی این امید رو داشتن که با سرنگونی شاه شرایط بهتر میشه و این باعث شده بود که مردم شاد باشن. هر عقب نشینی که رژیم انجام میداد مردم می ریختن به خیابون با شادی، با رقص، با پخش شیرینی، اینو جشن می گرفتن. اختلافات کمتر شده بود. طبق آمار رسمی که اینو میشه بهش چیز استناد کرد، گزارش شد که من چند سال پیش خوندم، میزان اعتیاد به درصد وسیعی اومده بود پایین در اون سال، در سال 57. این نشون میده که مردم مایوس نبودن، مردم مستعصل نبودن. اختلافات، ناهنجاری اجتماعی مثل سرقت، مثل قتل، اینا آمارش به میزان خیلی زیادی در اون سال اومده بود پایین. حتی اختلافات خانوادگی اینا خیلی پایین اومده بود و این نشون میده که خود این ناهنجاری ها بیشتر محلول شرایط اجتماعی مردم نشید، دلیلش ناامیدیه، دلیلش استیصاله، دلیلش فقره. و وقتی که مردم امیدوار بودن و میدونستن یک کار بزرگ رو دارن به پیش میبرن و اون سرنگونی رژیمی که مسبب همه این اوضاع است، مردم دیگه این مسائل خیلی کاهش پیدا کرده بود و مردم روحیه خیلی شادتر و امیدوارتری داشتن. گفتم رهبری پیشرو و مترقی و به طور مشخص رهبری کمونیست وجود نداشت. مردم خواستشون کاملا رادیکال بود و مترقی بود، پیشرو بود، ولی احزاب چپی که وجود داشتن، اونم به خاطر سرکوب گسترده‌ای که سالها، چندین سال سرکوب وجود داشت و تمام احزاب و نیروهای سیاسی از بین رفته بودن، رژیم شاه اونها رو از بین برده بود و اینا تازه داشتن برابر خودشون جمع میکردن، خودشون رو آماده میکردن، نیروی وجود نداشت که رهبری این جنبش بزرگ مردم رو به دست بگیره. و در مقابل دستگاه مذهب امکانات خیلی زیادی داشت در همراهی با حمایت از رژیم سلطنتی، قدرت و نفوذ زیادی پیدا کرده بود. شبکه مسجدها، شبکه دستگاه مذهب گسترش پیدا کرده بود و اینا آمادگی داشتن که قدرت رو به دست بگیرن و این کار رو کردن. دیگه از اون به بعد، از سال 57 به بعد، دیدن میتونن سلطنت کنار بذارن و
به تنهایی قدرت رو دست بگیرن و همین کار کردن و این مصیبت رو به جامعه ایران تبدیل کردن.